بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وزارت بهداشت افغانستان تحت کنترل طالبان می گوید با گرم شدن هوا بیماری های فصلی در بین کودکان افزایش یافته است. برخی خانواده ها در کابل هم تایید می کنند که بیماری های فصلی در بین کودکان افزایش یافته و امکانات لازم را برای درمان آنان ندارند. بیماری های فصلی از جمله وبا، مالاریا، سرخک، تب و زردی در بین کودکان افغانستان به دلیل کمبود آب آشامیدنی بهداشتی و عدم رعایت موارد بهداشتی افزایش یافته است. داده های آماری وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیماری تب دنگی در دست کم 8 استان ایران حکایت دارد. بر اساس این آمارها تا کنون بیش از 122 نفر در نقاط مختلف ایران به این بیماری مبتلا شدند و درباره شمار جان باختگان آن نیز اطلاعات شفافی وجود ندارد. با وجود گزارش ها از افزایش شمار مبتلایان، از تعداد افراد جان باخته در اثر این بیماری آمار دقیقی وجود ندارد. مقام های وزارت بهداشت ضمن تایید ثبت موارد ابتلا به تب دنگی در استان های فارس، خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گیلان و مازندران مدعیان که این بیماری از کشورهای آلوده و به خصوص امارات متحده عربی، عمان و پاکستان وارد ایران شده است. فرماندهی ستاد عملیات مشترک عراق روز گذشته از حمله به یک پناهگاه تروریستی در منطقه حاوی العظیم در دیالی خبر داد. واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد که جنگنده های F-16 عراق بنابر داده های اطلاعاتی دقیق یک پناهگاه مهم گروه سنی های تندروی داعش را در منطقه حاوی العظیم در دیالی هدف قرار دادند. این واحد اشاره کرد که این حمله منجر به ویرانی کامل این پناهگاه و کشته شدن عناصر تروریستی شد. بر اساس گزارش‌ها، سرازیر شدن سیل در شمال میانمار بیش از 10,000 نفر از جمله بسیاری از آنها که به دلیل جنگ آواره شدند را مجبور به فرار نموده است. گفته شده این سیل در طی 20 سال اخیر بی سابقه بوده و افراد زیادی آسیب دیدند. تا کنون گزارشی مبنی بر تلفات سیل اخیر منتشر نشده است، اما رانش زمین که بخشی از آن ناشی از باران شدید است، اخیراً حداقل 35 نفر را در معادن خاکی کمیاب در شهرستان چیپوی کشته است.